بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. موضوع بحث ما در این چند شب درباره آیات و روایاتی بود که انسان را از تعلق به دنیا برحذر می داشت، درباره آیات و روایات بحثایی که خدای متعال توفیق داد به عرض عزیزان رسوندیم. گفتیم دیگه جمع‌بندی کنیم حاصل بحث ها و بعضی سوال ها و شبهه هایی که در اطراف مضامین این روایات هست پاسخ بدیم. یکی از اساسی ترین نکته ها در این باب این است که مذمت هایی که درباره دنیا شده ریشش این است که آدم برای دنیا اصالت قائل بشه و اون را برای خودش دوست بداره، یعنی دنیا را برای دنیا دوست بداره. اما اگر بتونه دنیا را وسیله قرار بده برای رسیدن به آخرت و ارزش‌های معنوی و رضای الهی، نه تنها مذمتی نداره بلکه ممدوح هم هست و گاهی ممکنه به حد وجوب هم برسه. در واقع اصل این است که نگرش آدم به دنیا چه نگاهی باشه. آیا دنیا را هدف بداند یا وسیله؟ حالا در جنبندی میخوایم ببینیم چطور میشه که آدم قصدش از رفتن سراغ دنیا قصدش ورای دنیا باشه یا دنیا را وسیله قرار بده، نگاهش به دنیا نگاه ابزاری باشه. چطور میشه آدم اینجور باشه؟ یکی از نکته هایی که میتونه کمک بکنه به فهم این مسئله و تشخیصش این نکته ایست که همه ما میدونیم رکن ارزش نیته. یعنی یک کار را آدم میتونه با یه نیتی انجام بده دارای ارزش مثبت میشه، ثواب داره، خدا خوشش میاد. همون کار را با همه خصوصیاتش میتونه با یه نیت دیگری انجام بده، ضد ارزش میشه، گناه داره، جهنم داره، خدا بدش میاد، اولیای خدا بدش میاد. در ظاهرم هیچ فرق نداره. پس رکن اصلی ارزش در فلسفه اخلاق و فلسفه ارزش های اسلامی نیت. و این نیت در عمق دل انسان از هیچ که دیگه خبردار نمیشه و در واقع اون است که به کار ارزش مثبت میده یا ارزش منفی. البته همه میدونیم هر کاری را به دو جور نیت نمیشه انجام داد. آدم نمیتونه مثلا به مال مردم، به ناموس مردم تجاوز کنه، بگه نیت خیر داشتم. این شدنیه نیست. کار باید ظرفیت اینا داشته باشه که دو جور نیت بهش تعلق بگیره. یه نیت باعث میشه که اون کار آدم رو بهش ببره. یکی در واقع این که میگم یه رکن مهم نیت هست، یه رکن دیگه هم داره که خود کار باید حسن فعلی داشته باشه. نیت حسن فاعلی میاره، خود کار هم باید حسن فعلی داشته باشه. ما هممون میدونیم که خدای متعال که ما را آفریده در این عالم اجازه خودکشی بهمون نداده،
ما وظیفه ما اینه که جونمون رو حفظ کنیم. همه میگن حفظ جان واجبه. حتی فقهات گاهی تصریح میکنند که اضرار به نفس حرامه، یعنی آدم کاری بکنه که به خودش ضرر بزنه، این هم جایز نیست. چرا بسته به اونجایی که حفظ جان باشه؟ چیز خیلی ساده است. همه ما توجه داشته باشیم که اگه غذا نخوریم مریض میشیم، میمیریم. حتما این انگیزه در اون پیدا میشه که غذا بخوریم برای حفظ جان. منتها اینجا یک زمینه هم داره، چون خدا میخواد که من حفظ جان کنم، اونده این جزء نیتی. یه همچون آدمیه که حاضره اون چه خدا بخواد عملی کنه. غذا هم بخوره به خاطر همین که جانش سالم باشه، چون خدا اجازه نمیده ما جانمون رو به خطر. خود این میشه عبادت، چون قصد من این است که چیزی رو که خدا دوست داره انجام بگیره. پس یکی حفظ سلامت و حفظ جان خودش، این یک نیه. در بعضی کارها حفظ بقای نسل، چون خدا دوست داره. اگه قصدش این باشه که چون خدا دوست داره، این میشه عبادت. کارش دیگه کار دنیوی نیست، کار آخرتی است، کاری برای رضای خداست. یه خود از این بالاتر، انسان در اصل غرایزی که داره، مخصوصا در بعضی از سنین جوانی، در انفوان جوانی، بعضی از این غرایز خیلی سرکشیه.